علی سلام. سلام، صدای من داری؟ بله. سلام، خوبه صدام؟ خب. یه چیزی یه نکته رو بگم، نمیخواستم امروز در مورد اینجور مسائل فلسفی صحبت کنیم، ولی خب چیزی که دوست قبلیمون داشتن میگفتن توی تعریف احتمال، یه چیزی که همیشه ما فراموش میکنیم اینه که احتمال رو فقط پیش از وقوع میشه حساب کرد. بعد از اینکه یه اتفاقی افتاد، احتمال معنی نداره. اون اتفاق افتاده و 100% هست. یعنی اصلا تو کتاب‌های آمار و احتمال که بخونید میگن که احتمال چیزیه که ما پیش از وقوع یک اتفاقی میخوایم در نظر بگیریم که چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته. مثالش هم که یه مثال ساده است دیگه، این بازی‌هایی که توی در واقع جاهای شانسی و اینا انجام میدن، دایره رو میچرخونن روی یک نقطه، بالاخره یه پوینتر وای میسته. انظر احتمالاتی پیش از این که اون پوینتر وایسه، احتمال تمام نقاط صفره، به خاطر اینکه دایره یه محیط بی‌نهایته، یه پیوسته است و یک نقطه همیشه میشه احتمالش صفر. ولی بعد از اینکه وایسات، اون نقطه که وایسات بالاخره واقع شده دیگه. اگه چیزی می‌خوای بگی. البته اون توی قماربازی دایره ها و مقدار اونجوری که بله، چیز دارن کوانتیتی، درسته کوانتیتی من اونا چون میله دارن، ولی فرض کنید دایره باشه که میله نداشته باشه، یک محیط پیوسته است، محیطش یعنی چون یه خط پیوسته است میشه بی‌نهایت و یک نقطه احتمالش روی یه خط همیشه صفر. ولی به نظر من ما تو دنیای واقعی هیچ وقت وسیله‌ای نمیتونیم درست بکنیم که اون چیزی که قرار نقطهش صفر، ما نقطه صفر نداریم. باشه درسته، ولی حتی هزار تا مگه نقطه باشه بازم احتمالش صفر، چون محیط پیوسته است. حالا بگذاریم، ولی به هر حال اینو گفتم که تو تعریف احتمال نمیشه بعد اینکه یه اتفاقی افتاد بگیم احتمال این کم بود، معنی نداره. احتمال رو پیش از وقوع بگیم. نه خب نه علی جان، داری گیر عجب غریبی میدی. وقتی ما داریم میگیم احتمالش کم بود، منظورم این بود که قبل من با تو مخالفت نمیکنم. ببین یه چیزی که مثلا کسایی که میخوان بذار من توضیح بدم برای کسایی که تو لایو چت منظورمون رو نفهمن. وقتی یه نفر مثلا من اگه تاس انداختم جفتش 6 اومد، میگم این احتمالش 1 روی 6 بود، منظورم این نیست که الان دیگه احتمالش 1 روی 6 منظورم این بود که احتمال این چیزی که اومد قبل از اینکه تاس انداختم 1 روی 6 بود. معلومه که الان دیگه صده. ولی وقتی اتفاق افتاده دیگه، اتفاق افتاده دیگه. حالا درسته که احتمال کمی داشته که اتفاق بیفته، ولی اتفاق افتاده بالاخره. آره ولی معلوم وقتی دارن درباره احتمال صحبت میکردن، میگن احتمالش چی بود، دارن میگن چی بود، نه اینکه چی هست. خب میدونم دقیقاً اون چیزی که بوده، این خطای شناختیه دیگه، باعث میشه که ما فکر کنیم که یه چیز غیر ممکن اتفاق افتاده، در حالی که اینطوری نیست. حالا بگذاریم، نمیخوام در مورد این زیاد اصلا، یعنی بحثم این نبود. چند تا یعنی چون امروز در مورد افغانستان داشتی حرف میزدی، من بحث دفعه پیشمون باز موند برای من، یعنی یه سری نکته بود که میخواستم بگم ولی خب وقت نشد و باید میرفتم. اما چون امروز میخواستی در مورد افغانستان حرف بزنی، اومدم بالا چند تا نکته رو بگم در مورد این که یعنی یه سری سوالایی هست تو ذهنم. من زیاد تاریخ نمیدونم، ولی تا جایی که میدونم یعنی سوالایی واسم ایجاد شده. این که طبق اعتراف خود مقامات آمریکایی، القاعده و طالبان و اینا یعنی فرزند یه جورای فرزند خود آمریکان که به خاطر بیرون کردن شوروی از افغانستان اونجا اینو ایجاد کردن. خب آیا این فرض درسته یا نه؟ تک علتی نیست، ولی بله یکی از علتاش نقش آمریکا هست، ولی نمیشه سادهش کرد به این که یعنی نقش کشورهای بسیار زیادی توی این نقش داشته. البته ببینید روش داستان القاعده با طالبان جداست، ولی خب مثلا طالبان رو بخوایم نگاه کنیم، بله هم آمریکا توی به وجود اومدن طالبان نقش داشته، یعنی بدون آمریکا ما طالبانی نداشتیم، هم عربستان سعودی، هم پاکستان، هم شوروی سابق، و پاکستان از همه مستقیم تر اتفاقا. همه اینا نقش داشته. ببینید بالاخره این که میگه پاکستان از همه مستقیم تر، ببین انگیزه هایی که داشتن، این که میگی عربستان دولت پاکستان، درسته دولت عربستان، من میگفتم دولت آمریکا دولت پاکستان. نه متوجه هستم پاکستان. نه متوجه هستم. خود عربستان یه عبارتی که وجود داره میگن که اون میزان هزینه‌ای که عربستان برای مبارزه با کمونیسم توی آسیا و آفریقا انجام داده، خود آمریکا اونقدر هزینه نکرده. یعنی اینایی هم که داری میگی در واقع همشون برای مبارزه با کمونیسم این کار رو کردن. فکر کنم اونجایی که من یادمه عربستان هدفهای دیگه هم داشت. عربستان
ببین عربستان وقتی که پول داد به پاکستان که یک سری مجاهدین رو ساپورت بکنن توی افغانستان، به خاطر این کار تونست بکنه، به خاطر اینکه موازی با آمریکا داشت این کار رو میکرد. خب درسته. و هدف آمریکا، بذاری من بگم، هدف آمریکا مبارزه با با کمونیستی و شوروی سابق بود، ولی عربستان هدفهای بیشتری داشت. عربستان اونقدر هم مثل آمریکا اینکه برایش مهم نبود. عربستان اتفاقا یه مقدارش رقابت میکرد با جمهوری اسلامی توی گروه های نیابتی، پراکسی هم میشه درسته، گروه های نیابتی ساختن دورور جهان بود. خب یعنی عربستان سعودی داشت از این فرصت استفاده میکرد که حضورش رو توی پاکستان و توی افغانستان و جاهای دیگه با این بهونه بیاد حضورش رو قوی تر بکنه، برای اینکه خیلی هم از این افزایش گروه های نیابتی شیعهی که داشت با ایران روش میداد تو دورورش خیلی شدت داشت و این یه واکنشی بود که داشت عربستان شده. یعنی میشه گفتش که بالاخره پس جمهوری اسلامی هم اینجوری نقشی داشته، بخاطر اینکه این کلی از این هزینه ها واکنش عربستان به جمهوری اسلامی بود و چیزه. ولی عربستان کلی شکست خورد، بخاطر اینکه همه این گروه هایی که از لحاظ مالی ساپورتش کرد همشون الان دشمن جانی عربستان، دولت عربستان، حکومت عربستان امروزی هستن. یعنی ایران جمهوری اسلامی موفق تر بود، یعنی گروهایی که جمهوری اسلامی ساخت وفادارن الان به ولایت فقیه اینا، ولی همه القاعده و داعش اینا دشمن جانی عربستان. ساختار جمهوری اسلامی با ساختار عربستان قابل مقایسه نیست. عربستان دو قطبیه، یعنی حکومت و اون قطب مذهبیش از هم جدا هستن و القاعده و طالبان و اینا زاییده ی اون قطب مذهبیشون هستن و طبیعیه حکومتشون از اول هم سکولار بوده، یعنی حالت سکولار داشته، ولی خب بالاخره ساپورت میکرد مذهبشون رو. یعنی پیچیدگی های اینجوری داره عربستان، به خاطر اونه، یعنی یک سویه نیست، دو قطبیه. به خاطر همین این که میگید بعدن دشمنشون شدن، از ابتدا هم با هم زاویه داشتن. ولی حرف من فقط این بود که در واقع هدف اصلی ابتدای ایجاد طالبان، هدف اصلی این بوده که از نظر من، البته که هیچی تاریخ زیاد نمیدونم، این بوده که یه جوری بالاخره تومار این چیز رو بپیچن، تومار کمونیسم رو بپیچن و شوروی سابق رو انجام بدن. نشونش هم اینه، همین قرارداد یمامه، قرارداد نفتی یمامه که بندر بن سلطان مثلا توی خاطراتش هست، که پولشویی میکردن که بخوان به قول معروف بر علیه کمونیسم تو آسیا و آفریقا کار کنن. یعنی بیشتر از این که بخوام با ایران رقابت کنن، چون بحث 20 سال 25 سال پیشه که اصلا اون وقت پروکسی وار گروه های نیابتی ایران هنوز اونقدر بعد از جنگ بلند نشده بود که بخواد گروه نیابتی تشکیل بده. تو لبنان و اینا نه، همون اول انقلاب، همون از اول انقلاب بابا توی جمهوری اسلامی داشت رادیوهای عربی میساخت، اصلا تو خود عربستان سعودی داشت تبلیغ میکرد که مردم شیعه عربستان علیه عربستان اصلا بیان قیام کنن. البته نه، اول این که عربا از انقلاب ایران ترسیده بودن که بله، اصلا چیز طبیعیه، ولی دلیل این که توی افغانستان، من این تا بال جایی نخوندم، جایی نشیدم اولین باره، دلیلش که مثلا وارد افغانستان بخوان بشن به خاطر اینکه حس رقابت دارن با ایران، میتونه دلیل باشه حتما، به قول تو مولتی فاکتور، یه فاکتور نیست، ولی فکر میکنم خیلی فاکتور موثری باشه در مقایسه با فاکتورهای دیگه. من نمیدونم کدومش حالا بیشتر از بقیه است. آمریکا هم وقتی که داشت به پاکستان پول میداد که بیاد از گروه های مجاهدین توی مثلا توی افغانستان حمایت بکنه، خیلی آمریکا خودش مستقیم وارد این جریان فکر کنم نشد، گذاشت همون دولت پاکستان خودش بیاد انتخاب بکنه. خب دولت پاکستان اون روز هم به شدت وحشی ترین، رادیکال ترین و اسلامگرایی ترین گروه ها رو اومد انتخاب، که اصلا فاجعه بود. یعنی واقعا اصلا آمریکا اون موقع بدون، یعنی اینجوری نیومد بیاد بگه که خب من اینا رو میدم ولی مثلا حواست باشه که مثلا اینا رو انتخاب نکنی. یعنی واقعا اینجوری هم نبود که مثلا آمریکا بیاد خودش انتخاب بکنه که از کیا حمایت بشه، انقدرم خودشون از فرق بین گروه‌های مجاهدین تو افغانستان اینا رو اونقدر فرقشون رو خیلی نمیدونسته، فقط طالبان برای این یه دفعه خیلی از به همه گروه‌های مجاهدین مختلف من اجازه میدی که اینو قبول نکنم که فرقشون نمیدونستن.
ببین آمریکایی‌ها خیلی شناخت دقیقی از وهابیت توی عربستان داشتن و مثلا تو چکگیریش تاثیر داشتن. از اون طرف وقتی هم که تو افغانستان، ببین تو وقتی داری میخوای به جنگ ایدئولوژی بری، باید با ایدئولوژی بری. چرا کمونیست‌ها اونجا به قول معروف مرکز تشکیل دادن، شوروی اونجاست. تو وقتی میخوای به مبارزه با ایدئولوژی بری، راهت اینه که از آدمای ایدئولوگ و از ایدئولوژی‌های اتفاقا هر چقدر رادیکال‌تر بهتر استفاده کنی. به خاطر همین القاعده این بر این آقای چی بود، بن لادن، که اصلا بلند میشه از عربستان میره و با خب نه ببین چیزی رو که آمریکا براش مهم بود، ببین فرقای ایدئولوژیکی اینا، شما میگی اونایی که رادیکال ترن بهتر، اینا همشون رادیکال به شدت رادیکال، اونایی که مثلا پاکستان حمایت میکرد مثلا خیلی همشون رادیکال بودن، بلکه رقابت بینشون ایجاد شد. اینکه فرقشون چی بود، چیزی که برای بقیه مهم بود که حالا که زورش بیشتر میرسه، طالبان هم به شدت زورش رسید. یعنی همین الان اتفاقاتی که الان در اخیرا میفته، این الان تکرار تاریخه. برای اینکه موقعی که طالبان داشت با بقیه مجاهدین، فقط مثلا با فقط با کمونیست‌ها که نمی‌جنگیدن، داشتن رقابت می‌کردن با بقیه مجاهدین، هم همه رو شکست داد. خب یعنی بین مجاهدین هم جنگ بود، ولی وقتی طالبان یه دفعه از که اومد و شروع کرد جنگ با بقیه مجاهدین، اون موقع هم مثلا همین الان که داریم می‌بینیم، شروع کرد یک فتح کرد به همه افغانستان و به سرعتی که اصلا برای اون موقع هم یه مقدار غیر قابل پیش بینی بود برای خیلیا. یعنی همه جا رو گرفت به غیر از شمال. خب فکر کنم شمال بود که نگرفتن. آره خب درست. ولی خب وقتی تو یه گروه رو به قول معروف به طور خیلی شدیدی بهش سلاح و تجهیزات تزریق میکنی، طبیعیه که در مقابله با بقیه گروه‌ها که هیچ حمایت مالی یا هیچ حمایت دیگه ای ندارن، قوی تر باشن. حمایت شده از طرف کی؟ حالا بگذاریم. ولی اصلا منظورم اینه که یعنی ابتدای بحثم این بود که آمریکا خودش توی به وجود اومدن طالبان نقش داشته. از اون طرف این که نمیدونم حالا میشه گفت در مورد 11 سپتامبر میشه حرف زد اینجا یا نه، ولی بعد از این هم که در واقع قرار بود بین اعراب و اسرائیل یه صلحی بشه، دقیقا مقارن شد با واقعه 11 سپتامبر. دقیقا اونجا بازم ما طالبان رو میبینیم کارشونو، یعنی میبینیم که القاعده و طالبان و اینا هر وقت که یه تنگنایی برای آمریکا اتفاق داره میفته، یه کار کوچولوی تیزی انجام میدن و یه اتفاق داره میفته. این انقدر محاسبه شده نیست که این، من فکر کنم داریم وارد توهمای توته میشیم. نه کانسپیرسی تئوری نیست آخه. ببین هم فارسیش بگو، همون توهم توته نیست. ببین تو چطور بگم، خیلی اتفاق اینجا واقعا معنی نداره. دقیقا اون روزی که میخواد اعلام بشه صلح بزرگ، دقیقا همون روز القاعده یه کاری میکنه. خب به نظر تو این اتفاقیه؟ یعنی شما میگین آمریکا از عمد داره این کار میکنه؟ نه من نمی... اصلا من در مورد نمیگم. ببین من دارم میگم طالبان فقط کارش تو افغانستان نیست. خب و منم نمیگم آمریکا داره این کار میکنه. خب ببین شما اگه تاریخ من میگم اگه تاریخ کارهای آمریکا رو تو خاورمیانه بخونید، میبینین که این تصوری که مثلا این محاسبات دقیقی که میشه و یک مثلا یک کسای پشت پرده دارن یه کارهایی میکنن که دقیقا توی روزی اتفاقی بیفته که بعد بتونن ازش استفاده بکنن که بعد به یه جای دیگه برسن، اگه شما تاریخ روشای یعنی انقدر محاسبات اشتباهی رو که مثلا آمریکا کرده تو طول تاریخ و نتیجه‌ای که گرفتن که نمیخواستن بشه شده، اصلا میفهمه که اصلا قابلیت همچی کاری رو نداره. میدین از همچه از هیچ حکومت قابلیتی همچی کاری نداره. یعنی باید خدا باشین که شما بتونین همچین کارهایی رو انجام بدین. میدین از همچه درسته، من نمیگم که حالا آمریکا خداست یا، ولی بعضی از کارها رو که میشه دیگه، دوتا کار رو که میشه مقارن کرد. من نگفتم هزار تا کار رو، نگفتم یه صفحه شطرنج داره میچینه همه هم داره کشومات میکنه. ببین دوتا کار رو ولی میتونه مقارن کنه، یعنی هیچ اشکال نداره. منم نگفتم که آمریکا داره این کار میکنه. اتفاقا القاعده خودش میتونه برای جلوگیری از صلح بزرگ بیاد این کارو بکنه. درست. خب این ربطی نداره. این خیلی نه خب این قابل قبوله. خب ببین این خیلی بیشتر قابل قبوله تا اینکه بیایم بگیم که تا اون سناریوی دیگه ای که میشه توهم این چیزا، خب که خودشون میخواستن این نشه. میدونی نظرم شه؟ یعنی این یک خب دقیقاً خب این یه تئوریه که مثلا تعداد پیش‌فرضاش انقدر کمتره که احتمالش بالاتره. احتمالش بالاتره، ولی خب ضمناً نمیشه تئوری به قول من تئوری متضادش هم نادیده گرفت. و یک نکته خیلی مهمی که وجود داره، من ببین
اشراف اطلاعاتی آمریکا رو کسی نمیتونه منکر بشه. میشه منکر شد که از اشراف منظور چیه؟ قدرت اطلاعاتیشون یعنی... بیشتر از بقیه. آره حتما اشراف. یعنی ببین وقتی یه گروهی بله مثل طالبان که 20 سال به قول معروف سرکوب شدن و کنترل شدن، بعد از 20 سال میخوان جمع شن و یه کاری انجام بدن، یه هفته ای افغانستان رو بگیرن. نکته آخرتو بگو برای اینکه خیلی منتظرن. اوکی حتما. یه هفته ای افغانستان رو بگیرن، آیا به نظرت منطقیه که آمریکا هیچ کلوی نداشته که اینا میخوان این کارو بکنن؟ آمریکا هیچ کلوی نداشته که طالبان میخواد چیکار کنه؟ بذاره جنبشش رو شروع کنه و افغانستان رو بگیره. معلومه که میدونستن این تو... اصلا گفتن که میدونستن، این جزء احتمالاتشون بود. چیزی رو که نمیدونستن، چیزی رو که الان میان میگن ما نمیدونستیم، سرعتش رو یعنی خود الان خودشون هم اومدن دارن اعتراف میکنن که ما اصلا انتظار نداشتیم با این سرعت باشه. ولی اینکه قرار اینکه یکی از سناریوها این بود که طالبان میاد همه افغانستان رو میگیره و هیچ قدرتی برای دولتی که آمریکا آورده بود سر کار نمیذاره، این جزء سناریوهای پیش بینیشون بوده. خودشون هم گفته که بوده، اصلا قبلا هم گفتن که بوده. البته بایدن باید میدونستن که بایدن گفتش که احتمالش خیلی کمه، که الان دیدیم که اشتباه کرد. ولی کسایی که تو اطلاعات بودن میدونستن که این جزء احتمالات هست. ولی حتی با اطلاعات بسیار قوی آمریکا هم هیچ کدومشون حدس نمیتونستن بزنن که به این سرعت انجام میشه. یعنی همش شوکه خنده‌دار نیست؟ نه اینو آخه این قابل قبول نیست. یکم خنده‌داره. یعنی این ادعا که ما میدونستیم ممکنه که طالبان حمله کنه، ولی انتظارشون دیگه تو یه هفته کل افغانستان. ببین افغانستان تسلیم شد. ببین نیروهای نظامی افغانستان بله انتظار نداشتن که به این سرعت، انتظار داشتن که یه مقاومتی بشه. انتظار نداشتن. چرا کجاش شما کی هم چه پیش‌بینی کرده بود؟ هیچ کسی هم چه پیش‌بینی نکرده بود. الان که اتفاق، خودت الان اول گفتی که بعد از اینکه یه اتفاق میفته دیگه احتمالش صد میشه. خب قبل از اینکه بیفته احتمالش انقدر بالا نبود. الان برای ما همه راحته بگه که معلومه که الان که اتفاق افتاده همه ما میشینیم میگه که آخه دقیقاً اتفاق من اونو گفتم. اتفاق نه وایس آر می اون چیزی که خودم گفتم، اتفاقا من اونو گفتم که الان چه نتونی بگی. ببین بحث اینجاست که ببین مثل اینه که این مامان و باباها به بچه ها میگن ببین اینو مثلا پیشی برد، خب ما نمیدونستیم اینو ممکنه ببره. خب این حرف انقدر خنده داره. خب ببین واقعا افغانستان بر کنترل یک کشور مثل افغانستان برای آمریکا با این به قول معروف قدرت اول جهان با این همه تمطراق و دم و تشکیلات واقعا اونقدر سخت نیست. خب شما من موندم، شما ویتنام رو دیدین، شما کارهایی که CIA آمریکا سعی کرد تو ایران انجام بده و کلی شکستهایی که خورد رو برین نگاه بکنین، شما اقدام دولت آمریکا رو برای نجات گروگانهایی که جمهوری اسلامی گرفته بود رو برین نگاه بکنین. مثال برای موفقیت هم زیاد داریم. من نمیدونم شما چه انتظار دارین. بله من میدونم آمریکا بزرگترین قدرت جهانه و از نظر اطلاعاتی هم از همه کشورهای دیگه قوی تره، ولی این شما انتظاری که دارین از اینکه با این اطلاعات قوی یک مثلا یک دیدگاهی داشته باشین که مثلا میتونه همه چی رو پیش بینی بکنه با دقت، کاملا انتظار بسیار غیر قابل یعنی خیلی سطحیه به نظر من. یعنی نیست. نه ببینید نمیدونم. ببین اگه شما تاریخ آمریکا رو بخونید و کاری که انجام تونسته انجام بده، شما ببین اگه مقایسه شما اگه برین تاریخ مثلا جاسوسی و اطلاعات تو همه کشورها رو بخونید بعد با آمریکا مقایسهش بکنین، اون وقت احساس میکنین که بله آمریکا چقدر قویه. خب ولی اگه سیستم اطلاعاتی آمریکا رو مقایسه بکنین با کسایی که تئوریای توهم توطئه و اینا دارن، درست گفتم اون وقت به نظر میاد که آمریکا چقدر ضعیفه. خب یعنی بر اساس انتظاری که از اطلاعات شما دارین، آمریکا هم ممکنه خیلی قوی به نظر بیاد هم خیلی ضعیف میتونه بیاد. اگه
مقایسه بکنین با قابلیتی که بقیه کشورها دارن، آمریکا بسیار قویه به نظر خواهد اومد از به درست بسیار قوی به نظر خواهد اومد از اطلاعاتی، ولی اگه مقایسهش بکنیم با انتظاری که مردم دارن از اینکه چه پیش بینی هایی میشه کرد از اطلاعاتی که داره، اون وقت آمریکا بسیار ضعیف به نظر خواهد اومد. ببین من یه چیزی رو بگم، واسه نمیدونم که حالا وقت کمه و آدما زیادن، ولی باید بگم باشه. ببین این چیزی که شما داری میگی، ببین یه میانگینی بالاخره وجود داره، انتظارات هم بر اساس اون میانگین هست دیگه. شما مثلا که بگی یه خرس مثلا گنده رو، یه خرس رو یه جوجه ماشینی خورد، مقایسه طالبان، یعنی مقایسه طالبان و آمریکا همچین چیزیه. طالبان ببین، طالبان ابزارهایی که دارن کلاشینکوف و توپ، یعنی واقعا هیچی به غیر از این ندارن، با موتور رفتن شهرها رو اشغال کردن، یعنی اصلا معنی نداره این. یعنی ارتش افغانستان، ببین ارتش افغانستان ببین سرباز که تربیت میشه، اینا خب اینکه هر کی تایید حرف من میشه، من نمیدونم چی میگی. نه چرا تایید حرف تو؟ یعنی میگی که غیر قابل پیش بینی بود که اینا بتونن بیان همه کشور رو به این صورت فرض میکنن، بخاطر اینکه دست رسید نه قابل پیش بینی بود. من میگم اگه این خرسه نیست، الان خرسه نیست معنیش نیست که جوجه خرسه رو خورده، معنیش اینه که خرسه گذاشته جوجه بینجا بچره. اوکی ببین. یعنی منظورم اینه که این نمیتونه از اراده آمریکا خارج باشه. از اراده آمریکا میتونه خارج نباشه، ولی بود این دفعه. من نمیدونم تو منظور چیه، خرس و جوجه تو منظور تو نمیفهمم. ببین خرس منظور من آمریکاست، قدرت آمریکاست، و جوجه ماشینی هم طالبان و قدرت طالبانه. واقعا اینقدر خنده داره که بگی یه جوجه ماشینی مثل طالبان تونست بیاد بدون، یعنی خارج از اراده آمریکا، مثلا اون محوطه‌ای که در اختیار اون خرس بزرگ بوده رو تصرف کنه. ببین مقایسه کردم، من خرس رفت. من سوال دارم، ببین من همین ببین پیشبینی همه این بود خب که بدون حمایت آمریکا این طالبان پیروز خواهد شد. خب مقدار پیروزیشون اختلاف نظر بود، پیشبینی همه ولی این بود که طالبان پیروز خواهد شد. خب این که به این صورت پیشبینی نکردم، من نمیدونم چیز سختیه برای انتظار. یعنی این ببین چیزی رو که درست محاسبه نکرده بودن این بود که این ارتشی رو که ساخته بودن برای افغانستان، خب بله میدونستن ضعیف، میگفتن ببین ما اینا رو آموزش قوی دادیم، خب اسلحه‌های خیلی خوبی هم بهشون دادیم، ولی این به نظرش رسید که این قدرتشونه. ضعفشون این بود، چیزایی که خود دولت آمریکا هم میدونست که فساد به شدت زیاد بود، خب دزدی پول به شدت زیاد بود تو این ارتش افغانستان، خب و گفتن خب این باعث میشه که این 300 هزار نفری که ما فکر کردیم مثلا آموزش دادیم، اصلا 300 هزار نفر نیست، کلی سربازای گوست سولجر بهش میگفتن، یعنی سربازای چه میدونم شبه سربازی بودن خیلی هاشون واقعی نیستن، خیلی هاشون هم معتاد بودن اصلا. خب یعنی پول میگرفتن از ارتش و میرفتن چیز بکنن معتاد باره و میدونن که بابا این ارتشه مثلا ولی چیزی رو که تو محاسباش نبود انگیزه صفر برای جنگ بود، اینا تو محاسباتشون نبود. گفتن خب بالاخره ولی اینو ما انقدر 20 سال آموزش دادیم، این هم اسلحه دادیم، یه جنگی میشه، ولی خب این رو شکست میخورن، بعد طالبان میاد همین میاد کابل رو میگیره. چیزی رو که محاسبه نکرده بودن، این هیچ انگیزه برای نبوده انگیزه صفر انگیزه برای اینکه اصلا برن با طالبان بجنگن، اینو پیش بینی نکرده بودن. اگه اینا پیش بینی میکرد، خب اگه هیچ ارتش نباشه که با طالبان بجنگه، معلومه که به این صورت طالبان میتونه بیاد کابل رو بگیره، ولی این تو محاسباتشون نبود، هیچ کسی اینو پیش بینی نکرده بود. فرار مردم رو دیدی تو فرودگاه چطوری فرار میکردن؟ دیدی فیلماشو؟ بله من خب. که دیدم. آیا از این فرار تو انگیزه صفر برای مقابله با طالبان میتونی در بیاری؟ یعنی تو مردم رو مسلح میکردی با طالبان میجنگیدن. مردم مسلح شدن، خیلی مردم رفتن خودشون رو مسلح کردن که برن با ارتش کمک بکنن، بعد جوری که طالبان اومد شهر رو گرفت، همه اونایی که مسلح بودن نجنگیدن، برای که دیدن که طالبان به چه قدرتی داره. هیچ هم خیلی از ما کلی داستان برامون میدون بود که زنای افغان الان خودشون رو مسلح کردن که کمک بکنن برای مقاومت طالبان. کجا رفت؟ حالا نه چون روزای بعد شاید بیاد. خب یه چیز دیگه هم بگم، ببین کسایی که تو فرودگاه دارن فرار میکردن، خب اونا هم نجنگیدن، هیچ کس نجنگید، خیلیشون هم مسلحه داشتن. ببین
اینکه شما انگیزه داشته باشید، خیلی از این کسایی هم که اصلا میخوان از افغانستان برن همیشه میخواستن از افغانستان برن، خب ولی الان فکر کردم ممکنه موقعیت براشون باشه که مثلا بتونن وارد هواپیما بشن. خب خیلی‌هاشون هم بخوان نه بخاطر طالبان میخوان از افغانستان برن، اوکی نمیدونیم جریان چیه. خب خیلی‌هاشون هم میگن من آره من از طالبان میترسم میخوام برم ولی نمیخوام با طالبان بجنگم. اینکه یکی کسی میخواد از طالبان فرار بکنه که معنیش نیست که انگیزه داره که با طالبان بجنگه، اینه که یکی نیست، انگیزه نبود، ما دیدیم نبود. خب البته من نمیگم که مثلا، خب من نمیخوام بگم که مثلا یعنی نمیخوام مسئولیت رو بندازم سر همه افغانایی که نجنگیدن. خب من که نمیتونم انتظار داشته باشم که هر کسی بجنگه، منم بودم نمیجنگم، من سرباز هستم. خب نمیگم چرا نجنگیدی، من چیکارم که بجنگم؟ خب یعنی منم اگه عواقبش برات بیشتر از مرگ باشه میجنگی؟ چرا ببین آره ولی خب برای خیلی اینا نیست دیگه. آخه شما در مورد نه، آخه شما آماری که در اقتصاد داری میدی، یه مردم افغانستان یه فناتیک معرفی میکنی که 79% موافق شریعه الله هستن و خیلی آدمای با غیرت. خب خیلی آدمای با غیرت و خب اصلا 99 خیلی آدمای با غیرت و تعصبی هستن. خب حالا همچین آدم با غیرت و تعصبی که طالبان میخواد بیاد به قول معروف با خواهرش، مادرش، همسرش، خب یعنی اینا در خطر قرار بگیرن، به نظر من جون در مقابل این برای همچین آدمی که اینقدر فناتیک هست هیچ چی نیست. نمیدونم. خب. میدونی به نظر من نفع آمریکا، به نظر من نفع پس کو چی شد؟ به نظر من دولت تسلیم شد، ارتش تسلیم شد به خاطر اینکه دولت و فرماندهاش این دستور رو دادن. و به نظر من نفع بابا شما برین تمام اتفاقاتی که افتاد رو نگاه کنین. ببین اصلا این اصلا ارتشی نبود، اینا یه ارتش تخیلی بود. ببین شما برین پولایی رو که دادن به این فرمانده ارتش رو برین ببینین خیلیشون خرج کردن، برین خونه هاشون نگاه کنین چه خونه‌ای برای خودش ساختن. اینا سربازای سایه گفتی چی؟ سربازای سایه سربازن میگه، شبه سربازن در اینا رو، این همش این تمام این تمام این پروسس ها برای اینا شده بود یه روش پولگیری از دولت آمریکا که خودشونو گنده کنه. یعنی واقعا یه چیز میگن پیپر تایگر درست کرده بودن، میگن ببر کاغذی درست کرده بودن. خب ببینید توی افغانستان هم ببین حتی کسایی هم که حالا مثلا شریعت و اینا رو دوست داشته باشن، یه اسلام میخوان، یا که بگن مرتد باید، خیلی از اکثر افغان ها میگن مرتد مثلا باید کشته بشن بخاطر اینکه مرتدن، این معنیش نیست که حتما از طالبان میخوان دفاع کنن. یعنی یه نفر ممکنه به شدت ضد طالبان باشه ولی اونا هم مثلا یه دولت اسلامی بخوان. خب یعنی من اینا رو با هم قاطی نکنیم بگیم که خب حالا اینا چون اسلامگرا هستن حتما طرفدار طالبان هستن. خب یه چیزی که خیلی از مردم افغانستان میخوان اینه که جنگ تموم بشه، حالا به هر قیمتی. خب مثلا ما الان به عنوان یه ماش سکولار دموکرات بی خدای ضد اسلام ستیز ممکنه همش بگیم که باید یعنی مردم افغانستان بجنگ با طالبان تا به خاطر اینکه فلان میشه و بهمان میشه و اینا. خب ما اینو میخوایم، خب باید هم اینو بخوایم، خب بالاخره ما اسلام ستیزیم. ولی خیلی از افغانا میگن بابا جان هر کی بیاد فقط جنگ تموم شه. خیلیاشون اینجوری فکر میکنن، میگن ما کاری نداریم کی بیاد، خسته شدیم از جنگ. خب ما این همه مثلا داریم حرف صحبت حقوق زن میکنیم تو افغانستان. خب حقوق زن تو افغانستان، خب ما وقتی در باره حقوق زن تو افغانستان صحبت میکنیم در باره حقوق زن تو افغانستان صحبت نمیکنیم، ما داریم در باره حقوق زن تو کابل صحبت میکنیم. خب اکثر زنهای افغانستان ما اصلا هیچ وقت به فکرشون نیستیم، برای اینکه درسته که مثلا توی کابل یک زن افغان توی مثلا زمان طالبان یه حقوقی نداشت که الان داره، الان میتونه بره تحصیل بکنه، الان میتونه حجاب نداشته باشه، الان میتونه رأی بده، الان حتی میتونه بره تو مجلس. خب ولی یک زن افغانی که مثلا توی یه روستای مثلا اونور افغانستان هست الان همش مثلا میمونه که داره برادرش کشته شد، از آسمون دارن بم میندازن، کاری امنی برای کسی وجود نداره، هر موقعی که تو جاده هستن ممکنه یه چیزی منفجر بشه. خب اونا میگن بابا جان ما زندگیمون، ما میخوام ما نمیدونیم آیا حکومت که سکولار دموکرات میخواد بیاد، طالبان میخواد بیاد، ما نمیدونیم کی میخواد بیاد، یه کسی بیاد که دیگه کسی دیگه نباشه، جنگ نشه. من نمیگم حالا معنیش اینه که حالا طالبان، من که نمیگم طالبان که نمیخوام دفاع کنم، من دارم میگم این طرز فکری که ما داریم و قضاوت میکنیم طرز فکریه که ما داریم همه چی رو با چشم کسایی نگاه میکنیم که با ما هم نظرن. خب و ما باید یه مقدار باید سعی کنیم از این حباب خودمون بیایم بیرون، ببینیم بقیه هم ممکنه یه روش های چون روش نگاه ما به دنیا اینه که اسلامگرا همیشه بد، سکولار دموکراسی همیشه خوب، نمیتونیم فکر کنیم که همه تو جبهه ما،
و همه طرز فکرشون به جهان اینه. خب بعضی اینجوری نیستن. خب و بعضی یعنی بفهم. نه نه درست من حرفی نداشتم. حرف آخر همین، من هنوز درگیرم، یعنی صحنه‌ای از افغانستان که میبینه آدم خیلی متاثر کننده است و خیلی درگیر میشه آدم. فکر میکنم آمریکا سهم بزرگی داره، ضمن اینکه بقیه کشورها هم سهم دارن. اینو نمیتونم با خودم هضم کنم، یعنی قابل بحث. این شکست بزرگی بود برای آمریکا. من برام جالبه که خیلی نمیتونم قبول بکنن که آمریکا قابلیت شکست خوردن رو داره، ولی با اینکه این کار درستی بود که باید میشد، این شکستی که آمریکا خورده تو افغانستان رو خیلی وقت خورده. یعنی این چیزایی که ما داریم الان مشاهده میکنیم نتیجه بود که به اینجا میرسید، یا امروز یا روز دیگه به این نتیجه میرسید. یعنی آمریکا شکستش رو تو افغانستان خیلی وقت خورده، از همون روز اول خورده بود این شکست رو، ولی ما الان تازه داریم میبینیمش. خب بهترم بود که دیگه تاخیر بیشتر از این، چون واقعا به شدت آمریکا پول تو افغانستان حرام کرد، به هیچ جایی هم نرسید. یه نتیجه مثبتی کمی یه جاهایی داشت، ولی به طور کل الان هیچی برای نشون دادن نداره. کاملا اشتباه بود، شکست آمریکا هم هست، به نفع طالبان شد، به نفع پاکستان شد، به نفع چین شد، به نفع جمهوری اسلامی شده همه این کارها، و آمریکا شکست خورده. آمریکا بله قدرتمندترین دولت حکومت دنیا تو جهان هست، ولی الان شکست خورده. تو تاریخ هم ما دیدیم آمریکا شکست، با این همه قدرتش و با این همه اطلاعاتش، تو ویتنام شکست خورد، توی الان اینجا شکست خورد، توی روسیه شکست خورد، تو عراق هم شکست داره میخوره. من نمیدونم، حالا اصلا نمیخوام دیگه ادامه بدم چون آخرش بود، ولی واقعا نمیدونم چه دیدی از قدرت اطلاعاتی آمریکا داری، اینتلیجنس سرویس آمریکا و اون اطلاعاتی که به پردازش اطلاعاتی که دارن واقعا غیر قابل مقایسه است با سایر جای. یعنی من اینجا بله غیر معروف، من میدونم، خوندم دنبال کردم تاریخش هم خیلی وقتی چه برسه در مورد یک گروه خیلی کوچیک پشت به قول معروف از پشت کوه بلندش بیاد و آمریکا رو شکست بده. داستان یعنی به نظر من یه اراده توش هست. بله بله ارزشش داره، ولی انتظار خیلی بالایی دارین شما. اگه شما چه میدونم اطلاعات دقیق داشته باشید که محاصره شدید و یک کسی قراره به شما بیا تجاوز بکنه، این اطلاعات دقیق شما از وضعیتی که هست مانع جلوگیری از این تجاوز ممکنه نشه. علی جان من باید برم. مرسی، سلامت باشی، فعلا خداحافظ.